مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل یونوسات اعلام کرد حدود 2/3 ساختمان‌های غزه به دلیل حملات اسرائیل به این باریکه که از 10 ماه پیش ادامه دارد آسیب دیده است. رسانه‌های فلسطینی هم ساعتی پیش گزارشی دادند که در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای در شرق شهر غزه که آوارگان فلسطینی در آن پناه گرفته بودند، بیش از 100 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. یونوسات، مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای اعلام کرد طبق آخرین بررسی‌ها 151265 ساختمان در غزه مورد هدف قرار گرفته است که 30% از این ساختمان‌ها به طور کامل تخریب شدند. 12% آسیب جدی، 36% آسیب متوسط و 20% احتمالاً آسیب دیدند که حدود 63% از کل ساختمان‌های منطقه را تشکیل می‌دهند. طبق این بیانیه، هزاران خانه و ساختمان‌ها دچار خسارت شده و تأثیر قابل توجهی بر زیرساخت‌های غیر نظامی وارد کرده است، به طوری که حجم آوار ایجاد شده حدود 42 میلیون تن می‌شود. سازمان ملل پیشتر تخمین زده بود که جمع‌آوری زباله‌ها از نوار غزه پس از پایان جنگ با فرض بکارگیری 100 کامیون در روز حدود 15 سال طول خواهد کشید. بر اساس گزارش یونوسات، این حجم 14 برابر بیشتر از کل آوار ناشی از جنگ‌های قبلی در غزه از سال 2008 بوده است. این گزارش همچنین وجود 114 کیلوگرم قلوه سنگ و آوار ساختمان در هر متر مربع در نوار غزه را تخمین می‌زند. در 300مین روز جنگ جاری میان حماس و اسرائیل، نوار محاصره شده غزه با یک بحران انسانی عمیق و پیچیده مواجه است که همه جنبه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است، چرا که هزینه تلفات اولیه مستقیم از 33 میلیارد دلار فراتر رفته و علاوه بر آن 10 میلیارد دلار نیز زیان غیر مرتبط در نتیجه جنگ حاصل شده است. همچنین واقعیت انسانی در غزه به تمام معنای کلمه فاجعه بار توصیف شده و بحران انسانی به شکلی بی سابقه در حال بدتر شدن و عمیق‌تر شدن است. سیاست‌های اسرائیل در بستن گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کمک‌ها، داروها و کالاها بحران غذایی را تشدید کرده و سیاست گرسنگی و سوء تغذیه به ویژه علیه هزاران کودک را تقویت کرده است. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا، بر نیاز فوری هم به آتش بس و هم تلاش برای بازسازی روابط اجتماعی در باریکه غزه تأکید کرد و افزود ضرورت آتش بس به اندازه بازسازی بافت اجتماعی و پیوندهای جامعه فوریت دارد. وی با اشاره به ویرانی‌های گسترده در غزه که از هر 3 ساختمان در غزه 2 ساختمان آسیب دیده یا ویران شده است خاطر نشان کرد، فراتر از آجر و سنگ این خانه‌های مردم، مدارس، بازارها و مکان‌های عبادت هستند. لازارینی با استناد به آخرین داده‌های مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل متحد یونوسات، ویرانی گسترده در غزه را برجسته کرد و تأکید کرد که آسیب‌ها فراتر از زیرساخت‌های فیزیکی هستند. پس از حمله 7 اکتبر شبه نظامیان حماس به اسرائیل که دست کم 1200 نفر کشته و 253 نفر نیز گروگان گرفته شدند، در حملات انتقام جویانه اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 130 هزار کشته و زخمی و بیش از 10 هزار فلسطینی دیگر هم مفقود شدند.